از دسامبر سال گذشته آتشفشان هونگا تونگا در جزیره تونگا شروع میکنه به فعالیت. یه مقدار آروم میشه تا میرسیم به 14 ژانویه امسال، دوباره شروع میکنه به فعالیت کردن. یک انفجاری رخ میده که خاکستر آتشفشان رو 20 کیلومتر پرت میکنه به طرف جو. این خاکستری که این آتشفشان پرت کرد همه رو بهت زده کرده بود، اما نمیدونستن که این تازه اولشه. فردای اون روز این اتفاق میفته. ویدیویی که شما دارید میبینید فکر نکنید با هلیکوپتر یا پهپاد گرفته شده، چون اگر یک همچین چیزایی نزدیک این انفجار بود محکوم به فنا بود. این تصویر توسط ماهواره‌ها گرفته شد. این انفجار در آن واحد لقب بزرگترین انفجار تاریخ کره زمین رو به خودش داد، انفجاری که انسان تا به حال تجربه نکرده بود. بزرگترین انفجاری که انسان‌ها ساختند بمب تزار شوروی بود که 50 مگاتن قدرت داشت. کارشناسان اندازه این انفجار رو بین 100 تا 200 مگاتن میدونن، ولی نمیتونن دقیقاً اندازه‌گیری کنن. اگر این انفجار در قاره اروپا اتفاق افتاده بود، اینقدر مساحت اروپا رو میپوشون. قطر این انفجار از کشور سوئیس بزرگتره. این ویدیوی واقعیه که اینم توسط ماهواره‌ها گرفته شده. این رنگ‌هایی که تو این انفجار می‌بینید، رعد و برق‌هایی که بین خاکسترها می‌زنه. یعنی خاکسترها هم بار مثبت و منفی داره و به هم که می‌خوره جرقه می‌زنه. جزیره تونگا خالی از سکنه است، ولی ممکنه جونورهای اونجا زندگی بکنن. مطمئن باشید همه‌شون از بین رفتن، چون موج این انفجار و خاکسترها چیزی رو جزیره حتماً زنده نمی‌ذاره. اما اطرافیان چی؟ مجمع الجزایر تونگا به عنوان یک کشور شناخته میشن. کشوری به نام تونگا که 100,000 نفر جمعیت داره. گفتیم که خود هونگا تونگا خالی از سکنه بوده، اما جزایر اطراف که حتی شهر هم روش وجود داره به این روز افتادن. این شهر قبل از انفجاره و این بعد از انفجار. خاکستر همه جا رو پوشونده. به همه میگفتن تو فضای آزاد اصلا قرار نگیرین، چون تنفس خاکسترهای این آتشفشان به شدت خطرناکه و سمیه. این انفجار این جزایر رو شدیداً گرفتار کرد، بیشتر از لحاظ منابع آب. منابع آب شیرین جزیره ها چون روباز بود پر از خاکستر شد و دیگه به درد نمیخورد. این خاکستر گیاهان رو نابود میکنه، چون میشینه رو برگ ها و اجازه نمیده فتوسنتز اتفاق بیفته. در دراز مدت این خاکستر برای خاک و گیاهان خوبه، اما اگر گیاهان بتونن زنده بمونن تا اون موقع. البته در کل این خاکستر آتش فشانی یه چیز خیلی بدیه. باید خوشحال بود که بیاد بشینه رو زمین، چون اگر تو فضا معلق بمونه باعث بارانهای اسیدی میشه، چون داخلش پر از اسید سولفوریکه. حالا بگذاریم بریم سراغ خود این انفجار، یعنی بزرگترین انفجار رخ داده روی زمین. این موجی که میبینید روی زمین داره حرکت میکنه توسط این انفجار ایجاد شده و این تصاویر هم ماهواره‌ایه. ولی صدای این انفجار چطوری بوده؟ باید بگیم که از لحاظ صدا بزرگترین نبوده، ولی در یکی از جزایر تونگا که 65 کیلومتر از محل انفجار فاصله داره انفجار اینطوری شنیده شده. این موج صدا رو میبینید 4 بار دور زمین چرخیده، اینقدر قدرت داشته. یعنی میشه گفت همه جمعیت دنیا اینو احساس کردن، البته اگر میدونستن این از کجا داره میاد. مثلا تو آمریکا صدای این انفجار به این شکل رد شده، دونه‌های قرمز و زرد صداست. مثلا در ژاپن به این شکل رد شده. البته اینا هیچ کدوم این صدا رو نمی‌شنیدن، ولی ماهواره‌ها موجو به ثبت رسوندن. دورترین جایی از تونگا که صدای ناهنجار شنیدن در شرق استرالیا بوده.
این انفجار اگر داخل آب بود، سونامی های وحشتناک ایجاد میکرد. اما چون روی سطح زمین بوده و بالاتر از آب بوده، سونامی به اون شکل ایجاد نکرده. ولی با این حال موج انفجارش یک نیمچه سونامی ایجاد کرده. مثلا این جزیره اصلی تونگاست که همین سونامی نصف نیمه به خیلی از خونه های لب دریا صدمه میزنه. حالا خود جزیره هونگا تونگا چی شد؟ جزیره ای که این آتشفشان درونش قرار داشت و منفجر شد. این انفجار به این عظمت خود جزیره رو در واقع تخریب نکرده و جزیره سر جاشه. اما ناسا، دانشمندان و ماهواره ها یه چیزی دستگیرشون شده که این آتشفشان دقیقاً مثل آتشفشان های مریخه. و تازه دانشمندان پژوهشگرا جمع شدن تا در مورد این آتشفشان قشنگ تحقیقات کنن تا بفهمن آتشفشان‌های مریخ چطوریه. با کمک این آتشفشان میشه تحقیق کرد و فهمید که آیا رو مریخ اقیانوس وجود داشته؟ این همون جاییه که منفجر شده. میبینید چقدر تر و تمیزه؟ چون در عرض چند ماه تمام خاکسترهایی که این اطراف نشسته بود با کمک بارون و موج و بادهای مختلف شسته شد و رفت توی اقیانوس. هر کی اینجا رو ببینه میگه بابا اینجا که همچین انفجاری نمیکنه. اینجا خیلی هم باصفاست، برای پیکنیک خوبه. ولی نمیدونه که این آبی که این وسط ایستاده به اعماق زمین راه داره و 8 ماه پیش بزرگترین انفجار از همین راه اتفاق افتاده. دانشمندان از بابت این انفجار خیلی خوشحالن، چون میگن انفجارهای آتش فشانی در زمین میتونه خیلی خطرناک باشه، اصلا میتونه حیات رو از رو زمین جمع کنه. اما این انفجار یه خورده دق و دلی زمین رو خالی کرد و شاید اون انفجار بزرگ رو انداخت عقب و یه جورایی هم خودشو با آدمها ثابت کرد و گفت متوجه باشین که رئیس کیه. این انفجار از لحاظ علمی و زمینشناسی خیلی کمک انسان هاست، چون تحقیقات در این آتشفشان میتونه به انسان ها نشون بده که شاید بتونن این آتشفشان ها رو پیشبینی کنن و شاید بتونن انقدر علمشون پیشرفت کنه تا بتونن این آتشفشان ها رو مهار کنن. چون اگر ویدیو یلوستون رو در آنتن دیده باشی، میدونید که یکی از خطرناکترین آتشفشان های دنیا در آمریکاست. همیشه در حال جوش و خروشه، ولی پیشبینی میکنن که بالاخره یه روز منفجر خواهد شد و انفجارش هم شاید دنیا رو تموم کنه. ولی ما هم دانشمند نیستیم، چون دانشمندان تا اینو نفهمن دست بر نمیدارن. خلاصه این که کره زمین مینگذاری شده است. سویچ انفجارش هم دست ما نیست. هر موقع دلش بخواد یک دونه از این آتشفشان‌های خطرناک مثل یلوستون یا کوه مرپای اندونزی میتونه منفجر بشه و کلن به زندگی روی زمین پایان بده. شاید بگین این که چیزی نیست، یک انفجاره. اما توصیه میکنم اگر باور نمیکنین کلیپ یلوستون رو ببینید.